خیلی از رفتارهای جمهوری اسلامی ایران رو فقط شما در چارچوب ایدئولوژی هستش که میتونیم بفهمیم. یعنی اگه آدم بپرسه که مثلا چرا جمهوری اسلامی ایران اصرار داره که این سیاست رو اعمال بکنه، این سیاست خارجی رو، در حالی که این سیاست خارجی مشخصه که به ضرر جمهوری اسلامیه، از نظر اقتصادی به ضررشه، از نظر سیاسی به ضررشه، از نظر جایگاهش در عرصه بین المللی به ضررشه، از هر نظری که نگاه بکنید به زیان جمهوری اسلامی هستش. چرا اصرار داره جمهوری اسلامی این سیاست رو ببره جلو؟ پاسختون این هستش که برای اینکه با ایدئولوژیش همخوانی داره، برای اینکه با ایدئولوژیش سازگاری داره. حالا من میتونم مثال‌های خیلی زیادی بیارم که در این 36 ساله ما منافع ملیمون رو قربانی کردیم، گذاشتیم زیر پامون، منافع ملیمون رو له کردیم برای اینکه از نظر ایدئولوژی وقت عقب نیفتیم. ببینید همین بحث هسته‌ای، بحث هسته‌ای در حدود 10 سال پیش، 11 سال پیش در اواخر دوران دولت آقای خاتمی مطرح شد. سیاست اصلاح طلبان سیاست کجدار و مریض بود در خصوص بحث هسته‌ای. یعنی چی؟ یعنی ما ضمن این که برنامه هسته‌ایمون رو میبریم جلو، با یه سرعتی ببریم جلو، بعضن کندش بکنیم، بعضن متوقفش بکنیم، بعضن ببریم جلو، منتها دنیا رو سعی کنیم در مقابل خودمون قرار ندیم. تو اون 2 سال آخر که مسئله هسته‌ای مطرح شد، این سیاست هسته‌ای رو شما فقط در پرتو نگاه ایدئولوژیک محور میتونیم بفهمیم که چجوری یک کشوری داره به منافع ملیش اینجوری آتیش میزنه به خاطر اینکه از در ایدئولوژی پیشرفت داشته باشه. سرمایه گذاری هایی که ما تو آمریکای لاتین هم کردیم همین، چی شد سرمایه گذاری هامون؟ الان سرمایه گذاری که تو ونزوئلا کردیم، تو بولیوی کردیم، تو نمیدونم نیکاراگوئه کردیم، اون یکی به ما بدهی داشت، بدهی رو راه رضای خدا ازش گذشتیم اینا. خب الان چی به دست آوردیم؟ هیچ. فقط از نظر ایدئولوژی ما میتونستیم بگیم ما رفتیم در حیات خلوت آمریکا و واشنگتن الان به لرزه در اومده که ما واشنگتن میخندید به ما. بخاله برادر اون کارهایی که ما میکردیم. دو تا سوال اساسیه. شما میگید که جمهوری اسلامی ایران در همون نگاه ایدئولوژیک محور به سیاست خارجی، شما میگید که جمهوری اسلامی ایران وظیفه داره که اسرائیل رو نابود بکنه. من اینجا اولین سوالی که دارم از نظام این هستش که این وظیفه‌ای که اسرائیل باید نابود بشه در سیاست به عنوان ستون سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه رو کی داده به جمهوری اسلامی ایران؟ مردم ایران رفراندوم کردن گفتن ما میخوایم اسرائیل نابود بشه. مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی ایران قانونی تصویب کرده و مجلس شما جوابشونی میدم. شما 24 ساعت رادیو و تلویزیون و کیهان و مجلس و نماز جمعه و اینا در خفتات رسونه. ما دو ساعت اینجا، یه ساعتش مال منه، یه ساعتش مال جبرئیلی. شما انقدر مستبد و دیکتاتور هستین که این رو هم اخلال میکنین. آیا مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که اسرائیل باید نابود بشه؟ اتحادیه عرب گفته جمهوری اسلامی ما عرضه نداریم اسرائیل رو نابود بکنیم، تو بیا برای ما نابود کن. فلسطینیا گفتن، شورای امنیت گفته. آخه کی مسئولیت رو به جمهوری اسلامی ایران محول کرده که تو باید اسرائیل نابود کنی؟ من میبینم که مرگ بر آمریکا گفتن و آمریکا ستیزی هیچ سودی، هیچ دستاوردی، هیچ نفعی برای ما نداره. اصلا من میگم که آقا من اشتباه فکر میکنم و اون 19 میلیونی که به آقای روحانی رأی دادن، اونا هم طرفدار مرگ بر آمریکا گفتن هستن. اونا میگن ما نون خشک میخوریم، میزنیم تو آب میخوریم، ولی میخوایم آقای زیبا کلام مرگ بر آمریکا گفتن رو همچنان ادامه بدیم. خوبه، شما میتونید یه همچین ادعایی بکنید. آقا یه نظرسنجی ساده بکنید.